اگر بخوایم رنگ محیط برنامه هودینی رو تغییر بدیم، میتونیم با کلیک بر روی سربرگ ادیت کالر ستینگ رو داریم. با کلیک بر روی کالر ستینگ، کادر کالر ستینگ برامون نشون داده میشه. در قسمت هودینی دارک چند نمونه از تم هایی که برای این برنامه از قبل در نظر گرفته شده رو میتونیم ببینیم. هودینی لایت رو داریم حالت روشن‌تر و هودینی پرو رو داریم به این صورت. در صورت که بخوایم اینو تیره‌تر و یا روشن‌تر کنیم، با حرکت این لغزنده‌ها میتونیم این تغییرات رو به صورتی که خودمون تمایل داریم انجام بدیم. به این صورت. هر کدوم از این لغزنده‌ها رو که جابجا کنیم، تغییراتی روی فایل هامون اعمال میشه. اگر حالا یکی رو به مقداری بیشتر و یا کمتر اعمال کردید و مجدد خواستید به حالت اولیه برگردونید، اینجا revert to default رو دارید. برگردوندن تنظیمات به حالت اولیه. از طرفی گزینه دیگه هم اینجا، اگر من این پنجره رو ببندم، اینجا یک حالت چشمانندی رو دارید. اگر روی این کلیک کنیم، کادری برامون نشون داده میشه که در اینجا هم میتونیم تغییرات و تنظیمات پیشرفته تری روی رنگ محیطمون اعمال کنیم، نوع نمایش فایل هامون و هر کدوم از چیزهای دیگه که حالا مد نظرمونه، مثل متن ها و غیره، میتونیم روی فایل هامون اعمال کنیم. در صورت اعمال تغییرات در هر قسمت، اگر بخوایم اندازه اون صفحه رو مجدد به حالت اولیه برگردونیم، مجدد اینجا revert to default رو داریم. میتونیم از این گزینه استفاده کنیم و در صورتی هم که بخوایم تغییراتمون رو ذخیره کنیم، save as default رو استفاده میکنیم. با انجام این کارها میتونیم رنگ محیطمون رو تغییر بدیم و تنظیمات محیطمون رو به حالتی که حالا خودمون تمایل داریم اعمال و اجرا کنیم.